کارگاه آموزشی که قرار است به میزبانی ولایت های جوزجان و هرات برگزار بشه در بخش کورش و سامبو کورش صحبت میکنیم با رئیس فدراسیون این رشته آقای سعید محمود سیای دشتی که پس از مدت ها دوباره به کشور برگشت با دست پر و قرار است دو ولایت افغانستان شاید برگزاری سمینارهای آموزشی بین المللی باشن و در همین مورد صحبت میکنیم با آقای دشتی سلام وقت بخیر دشتیش سای 24 خوش آمدید به افغانستان و به استودیو ملی سپورت تشکر سلام نجیب صاحب برای شما و بیننده خوب تلویزیون ملی سپورت و همه هموطنان خوب ما بخیر باشین بیایم ابتدا صحبت بکنیم روی کارگاه آموزشی که در بخش داوری و مربیگیری برگزار میشه و قرار از دو ولایت افغانستان جوزجان یکی به نمایندگی از زون شمال شرق و یکی به نمایندگی از غرب افغانستان هرات صحبت بکنیم که این دقیقا چه زمانی آغاز میشه؟ ما دمی چند سال تلاش داشتیم که یک مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار بکنیم و زمینه زیر فراهم باید بکنیم. اما خوشبختانه وقت تا یک سال دو سال یک مقدار حراس میکردن آل میمانای بین المللی را قناعت دادیم. خصوصا کانفدراسیون آسیایی بیل کرش و رئیس کانفدراسیون آسیایی که آقای مومنوف دوست خوب ما هم است. سه مدرسه بین المللی را بر ما نویزم میکنن که فردا و خیر و کشور و کشور ما میرسند. دو شهروند از و یک شهروند کوریا اینا روز چهارشنبه به افغانستان ان شاء الله قرار است روز پنجشنبه به ولایت جوزجان به ولایت جوزجان ما سیمینار مربیگری برگزار بکنیم بانه. که از نو ولایات شمال افغانستان مثل بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، سمنگان، بلخ فاریاب و سرپل و در جوزجان مرابی ها اونجا جمع میشن البته والی صاحب جوزجان هم لطف محبت کردن میمان های ما رو اونجا دعوت کردن و ولایت جوزجان یک روز سیمینار برگزار میشه بعدش روزای شنبه و یک شنبه تاریخ دوازده و سیزده جوزا اینا به آزم ولایت هرات میشن البته این سیمینار ما درشته بل با کرش یا کشتی رستمی هست کشتی کمربندی که در این رشته ما داوره بینلالی تا هنوز نکردیم و این مدرسین بین المللی یک خوب است یک دستاورد بلند ماست که اینا رو تانسیم به افغانستان دعوت بکنیم زمینه سفرشان را مساعد بسازیم که در اونجا ولایت های جنوب ور کشتی رو ما ولایت هرات، بادغیز، غور، فرا، قندار، زابل، هلمن، نیمروز و همچنان دایکندی بله ارزگان دهی از هر ولایت دو دو حیات دعوت کردیم درشته رشته مربیگری و داوری این سیمینار به شهر هرات برگزار میشه و روز جمعه همیشه و شکل ننوی هرات یک دوره است که به شکل ننایی کشتی ها برگزار میشه با حضور بیشتر از ده هزار تماشاچی که خوشبختانه این مدرسین بیان ببینن که واقعا کشتی رستمی یا بلوالی کرشم هم ورزش سنتی و ملی سرزمین ما هم است بسیار خوب داشته صاحب در این دوره آموزشی که قرار است مدرسین بیرون مرزی بیایند و مربیا و داورای افغانستان در رشته هایی که بخش هایی که شما بیاداور شدین تدریس بکنه آیا در رشته کورش و سامبو کورش و کشتی رسته می کدام تغییرات عمده در آخرین مورد آمده که شما دست به چونین اقدامی سده گرچه در رشته کورش ما هر رشته ما جدا جدا است و اینا واقعا نسبت به ایدگیش متفاوت است. در بخش کورش ما مرابیه و داورای زیاده را کردیم که دمی آخرم شما شاید هستین که چند ماه قبل در ترکمنستان مسابقات جهانی بود ما اونجا دو داور دو ستاره مثلا. تربیت کردیم اما درشته کشتی رستمی که چندین شاخه داره آلش هست، بیل بالی کرش هست و تاتار کرش یا بیل است هست تا هنوز داوره نداشتیم این اجاب میکنه که ما اول داوران رو تربیه بکنیم پشت از این مسابقات ملی رو داوری بکنن داورای خود ما و در تلاش از هم هستیم که یک مسابقات بین المللی چند جانبه را حد اقل کشورهای آسیا میانه را با ایران و افغانستان یک جا در هرات درشت کشتی رو مسابقات میزبانی بکنیم بله. یک دستاورد بزرگ برای ما ملت افغانستان و بشرات فعلی افغانستان است که یک خوب میتونه داشته باشه بله بدون شک در این مورد طالب با مسئولان داره ورزش افغانستان صحبت کردین خونه چی بوده آیا ما شاهد چونین رویداد بین المللی به میزبانی کشور خودمان خواهیم بود یا خیر؟ بله یک دستاورد خوب است که در این مقامات دولت خوص با وسیق رئیس امید تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی اولمپیک بله. که اونا بسیار ادمینان ما را دادن که ما تلاش میکنیم که نهایت زمین حزینه زیر فراهم بسازیم بله. و یک دستاورد برای تربیت بدنی المپیک و در بر افغانستان است. بدون شک. و در مورد رقابت های داخلی کورش صحبت بکنیم چه زمانی رقابت های گزینشی تیم ملی کورش و بخش های دیگر این فدراسیون رو میشه چنانکه که ما در جریان هستیم فکر کنم نزدیک به دو سال است که تا حالا رقابت ها رو نشده بعد ما کم هستیم پیش ورزشکارای کشور ما که تا دو سال بنا بر کمبود بودجه و تخصیص نتانستیم مسابقات ملی برگزار بکنیم گرچه آخری بار در ماه یود سال 1400 تقریبا دو سال چند ما قبل باله. برگزار کردیم مسابقات ملی کره شده قندوز و کشتی رو سمیر هم هلمند این تلاش داریم که این بار ریاست موی تربیت و بدنی وعده را کردن که ما کمیسیون که دارن ان این هزینه را تامین میکنن تا نو تخصیص نبود شما دا از این در جریان هستید در مجموعه هیچ نهاد بودجه نداشتن منتظر بودجه بودیم آرزو داریم که با اجرای تخصیص ها این سال بتونیم مسابقات ملی كورشم. دکی از ولایت مثل بلخ برگزار بکنیم و مسابقات ملی کشتی رو سمیرم و ولایت شهر هرات بله دوره گذشته رقابت های گزینشی تیم ملی کورش افغانستان به میزبانی ولایت کندوز برگزار شد تا حالا برنامه فدراسیون مشخص است که این دوره قرار است در کجا برگزار بشه این دوره تلاش داریم به ولایت مزار برگزار بکنیم همونطوری که در قندوز از طرف تلویزیون ملی پخش زنده شد واقعا یک سطح بسیار بلند انعکاس پیدا کرد آرزو داریم که ولایت بلخ به مو مستوا یک مسابقات خوبی که در سطح بین المللی یک باستا خیلی گسترده داشته باشه برگزار بکنیم بله و در آخر اگر کدام گفتنی باشه کدام خواستی باشه از اداره ورزش در قسمت برگزاری رقابت داخلی و فراهم کردن رقابت های بیرون مرزی برای ورزشکاران مشخصا رشته کرش کدام گفتنی باشه ما تشکر میکنم آیا رهبری ریاست جمهوری تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک جناب آقای وسیق واقعا شفقت دلسوزی زیاد دارند در رشته های ورزشی بله. و ما یک مسابقات آسیایی هم قرار است که تا دو هفته دیگه تیم از... مربی های ازام بکنیم داورا هم بله. اما از تیم ماجرین در ایران اشتراک میکنیم در این عرصه هم با ما حمایت کردن آرزو داریم که بودجه دولت روز به روز انکشاف کنه خصوصا تربیت بدنی که واقعا بتوانه همه تیمای ما شما در رویدادهای بین نمایندگی بکنه بله. که نهایت موثریت داره در روابط بین المللی افغانستان بسیار خوب و در مورد رقابت های ایران گفتین فقط در بخش مربی گیری ما مربی ازا میکنیم یا یعنی اینکه رشته کورش مسابقات شست و ورزشکاران ایمان ازاب میشه مسابقات آسیایی کورش هست از پانزه الا جوزا شش دوام جون بله. و همچنان کانگرس آسیایی است در کنار از او و سیمینار مربیگری داوری که قرار است ورزشکارای ماجر که اونجا در نوروز مسابقه تیم منتخب ماجرین داشتیم اونا را فرصت برشان مساعد بکنیم دو مربی دو داور در دا سیمینار هم از اونجا اشتراک میکنن و دو دا... مربی های تربیه شده ما داورای تربیه شده میرن از اینجا اونجا داوری میکنن نیروی داده بله. و همچنان یک مدیر تیم استاد انورجی و همچنان یک داورم هم از اینجا راه میکنیم یک سیمینار داوری بسیار خوب انشالله که در برنامه هایی که در آینده زیر کار دارین موفق باشین پیروز باشین و یک بر دیگر به افغانستان خوش آمدین دشتی صاحب یگانه چهره ورزشی افغانستان است که در کشور باقی ماند علی رغم که رفت و آمد داره بیرون کشور ولی این بار هم با دست پر برگشت و قرار است کارگاه آموزشی ما را بگیری و داوری را به میزبانی هرات و جوزجان برگزار بکنه که ما قلبا ازش سپاسگزار